غار اصحاب کهف با قدمت 1400 سال در ولسوالی چهلگز تازه تأسیس سابق مربوط به ولسوالی قیصار در 90 کیلومتری غرب شهر میمنه موقعیت دارد که در آن جسد 7 مرد، اسکلت 1 تازی، 1 آهو و 1 باز موجود می باشد. اما در اثر ناامنی های گذشته، اسکلت ایوانات به یغما رفتند و اسکلت انسان ها از هم پاشیدند. اصحاب کهف در رساله قیصار با اصحاب کهف که در قرآن کریم از آن یاد شده است، از لحاظ تقدس مقایسه نمی شوند. اما از لحاظ تاریخ و تمدن کمتر از آن نبوده، بیش از 1400 سال قدامت دارند. که ته 20 تا 30 سال اخیر مورد دستبرد و تخریب قرار گرفته است و توده ای از استخوان‌ها باقی مانده است. اجسادی که در غار اصحاب کهف قیصار موجود است، افرادی بودند که 1400 سال قبل دچار واقعه ای شدند که زمامداران وقت آنها را مومیایی کردند و این غار تا 121 سال قبل به نام زیارت خواجه عزیزان یاد می شدند. بحث مومیایی بودن اجسادی 1400 سال قبل در ذات خود ارزش بلند تاریخی دارند که نشان می دهد در آن عصر نیز مدنیت طبابت در شهر وجود داشتند. در زمان امیر عبدالرحمن خان، هیئتی از کابل غرض مطالبه و تحقیق غار اصحاب کهف قیصار تعیین شده بودند که گزارش می دهند غار اصحاب کهف با داستانی که در قرآن ذکر شده است هیچ ارتباطی ندارند. زیارت اصحاب کهف بیش از 1400 سال قدمت دارد. پیش از انقلاب 1357 افراد زیادی از ولایات مختلف و خارج از کشور در آن منطقه می آمدند و یک بار محمد ظاهرشاه نیز در این منطقه آمدند. در داخل غار جسد 7 مرد و در بیرون آن 1 باز، 1 آهو و 1 تازی، یعنی همون سگ شکاری وجود داشتند. باز را کدام ملنگی به قندهار بردند و اما آهو و تازی تا چند سال قبل وجود داشتند که از سوی افراد مخرب از بین برده شده است. مرقد اصحاب کهف 1100 سال قبل در زمان سلطان سنجر فرمان روای سلجوقیان در منطقه زیارتگاه قیصار که پایگاه داشتند ساخته شدند. در قرآن کریم سوره بزرگی در مورد سرگذشت اصحاب کهف وجود دارد، اما معلوم نیست اجساد موجود در غار اصحاب کهف ولسوالی قیصار متعلق به چه کسانی و چه زمانی می باشد. مردم محلی اعتقاد دارند که این غار ما را شفا می دهد. هر مشکلاتی که مردم محل داشته باشند در این غار می آید و مشکلاتشان حل می شود.